بیننده های گرامی، ما سعی می ورزیم که حداقل هفته یک بار مصاحبه ای داشته باشیم با یکی از دست اندرکاران هنر و یا گزارشی از کارکردهای وی را به شما تقدیم بکنیم. در این هفته نیز همکارم سمیر رسولی مصاحبه ای داشته با یکی از آوازخوانان شناخته شده افغان و شرح آن را ما و شما از خود سمیر جان می شنویم که همین اکنون با ما در استودیو هستند. سمیر جان، در این هفته مهمان کدام هنرمند بودین؟ با تشکر از شما فواد جان و سلام بر بیننده های عزیز تلویزیون آشنای صدای امریکا. بله، با ما به سلسله گزارشاتی که از هنرمندان عزیز ما از داخل و خارج از افغانستان داریم، این بار دیدار داشتیم با آقای احمد طاهر، هنرمند شناخته شده افغان ما و شما. و به گفته خود آقای طاهر، و یکی از هنرمندایی است که بر بار اول، البته در سالهای 1992 و بعد، توانسته بود که کلیپ های تصویری و جالب را با هنرمندان مطرح هندوستان تهیه کند. البته آقای احمد طاهر یکی از هنرمندایی است که علاقمندای زیاده داره و ما و با همکارم اکمل خالقی گزارش را تهیه کردیم که با هم ببینیم. البته بازم با شما دوباره هستیم. در برنامه هنری این هفته، چهره معرفی شده ای که بیشتر آهنگای دوگانه را با هنرمندان مطرح هندی اجرا نموده و نشر کرده است، در نوبت گرفتیم. احمد طاهر آوازخوان مستعد افغان است که اکنون در ویرجینیای ایالات متحده آمریکا زندگی میکند. این آوازخوان با سبک مخصوص بیشتر آهنگای او به سر زبان ها افتاده و اکنون با انتشار بیش از 5 آلبوم صوتی و تصویری توجه علاقمندان را جلب کرده است. ما خواستیم تا از تازه ترین دستاوردهای این هنرمند با خبر شویم. اپنا بنا لے مجھ کو میں نے تم سے پیار کیا تیرے بنا نہ جینا. طاهر عزیز، ما بعد از آلبومی که شما با ستاره درخشان هندوستان آشابوسلی داشتین، شاید کارهای دیگه تان امرای هنرمندان هندوستان نبودیم. آیا دلیلش استقبال نشدن درست بوده و یا کدام دلیل دیگه است؟ دلیل است که سمیر گل که بعد از کارهای آشابوسلی من بسیار کارهای دیگه هم دارم که مل سبکدگی است، نتونستیم مارکت عرضه کنم به خاطر از اینکه در مارکت افغانی فعلا تشویق هم وجود نداره و خرید وجود نداره. اصلا تو نرمنده هم سیدی هاشان روی دستشان هست، کس حاضر نمیشه برشان بکشه. تا جایی که ما میفهمیم و میبینیم، سبک و کار شما از هنرمندهای دیگر متفاوت هستن. آیا از سبک و روشی که خودتان پیش میبرین خودتان راضی هستین؟ جان از آرده فچتونی، ما آهنگای سبک کردیم همیشه امرای هنرمندهای هندوستان بوده. البته آهنگای فارسی رو هندی ساختیم، یعنی بر هندوستان رو معرفی کردیم که افغانستان موسیقی داره. چون اگه به خاطر داشته باشین، اکثریت هنرمندای ما آهنگای هندی رو فارسی میسازن، ما برعکس آهنگ افغانی رو هندی ساختیم که مورد استقبال مردم قرار گرفتن. احمد طاهر علاوه بر هنر آوازخوانی، به هدف پیشبرد زندگی روزمره و گسترش هنر موسیقی، تمنا پرودکشن را راه اندازی نموده و مسئولیت آن را به عهده دارد. و از چندین سال بدین سو سی دی و دی ویدیو های هنرمندان افغان را تولید کرده و به فروش می رساند. اما احمد طاهر نسبت به کمرنگ بودن بازار فروش این تولیدات ناراضی به نظر می رسد. وی تای پیام از همتاران خود خواهش نمود که برای حمایت از هنر موسیقی از دانلود و کاپی کردن آلبوم ها خودداری کنند. و ضمناً آرزو نمود تا با ایجاد سیستم کاپی رایت در افغانستان این قانون بالای مردم آن کشور نیز تطبیق گردد. نظر آقای طاهر را در مورد موسیقی افغانستان پرسیدم. والا حقیقت بگویم یا؟ بله حقیقت بگویم. حقیقت اگه بگویم، وضع موسیقی ما بسیار خراب است. یعنی واقعا هر روز در افغانستان یک هنرمند تولد میشه. کاش که کارش خوب باشه. من نمیگم تعداد بسیار جوانهای تازه نفس است، بسیار خوب میخوانند. اما در بعدش فکر میکنم زیادتر است. به خاطر از اینکه اینا اساس موسیقی نمیفهمند. اما تو آمدن و میخوانن و ما کل ملت و آقا میگیم دیگه. شما خودتون شاهد هستین، در مطبوعات هستین دیگه، ملکت ها رو میبینین، دوستان رو میبینین دیگه، جایا هزارها نفر می به یک شوی سرگما انتخاب میکنن خود، از او ده نفر انتخاب میشه، از او هزارها نفر، از ده نفر یک نفر. اما امروز نام خدا از ما هر روز یک انتخاب میشه. احمد طاهر که از دوران مهاجرت خود احساس و اندیشه خستگی می‌بیند، آهنگ را با وصف کشورش زمزمه نمود. شمالک می‌زنه با برگ گندم، مسافری کدام در خاک مردم، مسافری کدام خوار و گشتم، دل میشه
به خاک خود بگردون زیوالم خبر داری نداری سر خاکم گذر داری نداری سر خاکم گذر داری شما تصویر هنرمندان افغان و هندی را در دیوارهای اتاق احمد طاهر می‌بینید که وی با این هنرمندان فعالیت‌های هنری را اجرا کرده و با نصب تصاویر آن در روی دیوارها خاطرات هنری خود را زنده می‌نگه دارد. وی در مورد کارهای آینده خود می‌گوید: کارهای آینده خود یک سیدی مکمل دارم امرای اودیت نارن شان اترا اگنیس رو نگم که این به یک فیلم تهیه شده. فیلم چوب نشده. پارسال به طبیق قفل را شاید سال آینده شد شود که مکمل پروژیک بک فیلم است و یک سیدی تازه افغانی دارم که سر کار است آنگاه جدید افغانی است مکمل کلش تازه است دهان بودید دارش کنسرت های احمد طاهر با اجرای آهنگای ناب توجه علاقمندان و حامیان موسیقی افغانی را جلب می سازد و قرار است تازه ترین آهنگایش را تای کنسرت ویژه عنقریب پیشکش کند. بیننده‌های عزیز تلویزیون آشنای صدای آمریکا، قسمی که شما آگاه هستین در این اواخر فرهنگ کلیپ سازی در بین هنرمندان جوان و سابقه دار ما بیشتر رواج یافته و هنرمندان عزیز ما برای ثبت کلیپ‌های تصویری خود در کشورهای بیرون می‌روند و به خصوص می‌توانیم بگیم تاجیکستان و ازبکستان و کلیپ‌های خود را ثبت می‌کنند. فواد جان تشکر از شما.